بچه سلام، خوبین؟ میخواستم یهو اومدیم سر زنبور، دیدیم که این کندوی کارنیکای 10 خواب 12 خواب در حال بچه دهیه، رفتارش هم میبینی خیلی آرومه. یه بچه ازش گرفتم، یه بچه هم میخوام با شما بگیرم، شما هم ببینین جلوگیری کنیم از بچه طبیعی دادن. بچه هایی که دوست نهارن بچه طبیعی بده کندوشون، این یکی از راهاشه. نگاه کنین شاخونا رو بچه ها، زنبوری که میخواد بچه طبیعی بده شاخونای فوق‌العاده با کیفیتی داره. نگاه کنید، فوق‌العاده با کیفیت شاخوناش و عالیه. من میخوام ازش بچه بگیرم و عیزتش کنیم، چون که اگه عیزتش نکنیم این بچه میده طبیعی و امکان داره ما نباشیم، یا بچه‌هایی که نیستن خونه یه وقت مثلا جایی هستن که زنبورشون از نزد محل زندگیشون دوره، نمیتونن سر زنبورونه. اگه زنبوراشون شاخونه شدن، شاخونهاشون نتراشن، چون اگه بتراشی هیچ فایده نداره، دوباره شاخون میزنه. پس بهترین راه حلش اینه که ما یه دونه بچه طبیعی بگیریم. بچه ها نیاگه، من دوست دارم بچه طبیعی بگیرم، ولی همه اینا شاخون داره ولی چی نداره، شفیره نداره، و میخوایم عزیزش کنیم. هر کارم میکنیم شفیره نیستش که، شاخوناشو پاک کنیم. منظور این که شاخوناشو برداریم با شفیره بذاریم یه بچه بشه، یه بچه مصنوعی. اینا نداره شاخون، فقط همون قاب شاخون داشت. این قابا همه گرده است دوستان، وقتی که میخواد بچه بده کار نمیکنه، همه رو ذخیره میکنه، اینجوری همش میشه گرده. من یه سه قاب ازش برداشتم چون که در دسترس نبود، گوشی نتونستم بچه بگیرم. پس میریم این قابی که شاخونداشو برمیداریم. خدا کنه ملکه روش نباشه. ملکه کارنیکا سیاه، مشکی، دیده نمیشه. بین همه این زنبورا خیلی شبیه زنبوراست، من نمیتونم ببینم. ولی خب چون میخواد بچه بده زیاد مهم نیست، اگه ملکه بود نبودم زیاد مهم نیست. میخوایم عزیزش کنیم دیگه، یه بچه طبیعی شاخونی بگیریم، اینجور خیلی راحت‌تر تولید ملکه میکنه و سریع شروع میکنه ملکهش در بیاد، سریع هم تخم‌ریزی میکنه. خب این یه قاب شاخونی که 3 تا شاخون داره میذارم براش. یه دونه گرفتم، یه دونه بچه گرفتم ازش، اینجاست. این یه دونه بچه تازه است، اینو یکی دیگه بریم. بازم یه قاب شفیره هم برداریم، یه قاب شفیره هم برداریم ازش. من اینجا یه قاب شفیره براش پیدا کنم. انقدر هم جمعیت داره، میدونی برای چی کار نمیکنه؟ به خاطر که منتظر عسلا رو بخوره پرواز کنم با ملکه قدیمی برن. ما عیزتشون میکنیم نمیذاریم برن. اون یه قاب شاخونی رو با این دنبال ملکه میگردم. این ویدئوی جلوگیری از بچه طبیعی دادن. بچه هایی که خونه نیستن، مثلا زنبورستانشون دور از محل زندگیشون و روزا سرکارن، نمیتونن زنبورستان مدیریت کنن، بهترین راه اینه که یه دونه مصنوعی اینجوری مثل ما بگیرن. بچه هایی که دلشون نمیخواد زنبورای شاخونیشون بچه طبیعی بدن. این یه قاب دیگه. من به 3 تا قسمت دارم کندو رو تقسیم میکنم. بریم یکی دیگه پیدا کنیم. بچه یه روش بگم، من این سیمون گیر کرده، سیم میکروفونمون. یه روش بگم برای بچه‌هایی که میخوام بفهمن دیگه زنبور نمیخواد شاخون بزنه. یه دونه قاب از اون شاخونی ها رو داخل کندو نگه دارین بعد از اینکه بچه گرفتین، چون که بچه که میگیری احساس خطر میکنه، کندو شروع میکنه به خوردن شاخونا، به احتمال زیاد شاخون از دیگه شاخون نمیزنه. این یه قاب دیگه، این شاخون نداره، شاخون نداره، اون دو قاب هم نداشت، اون داره، این داره، اون برش شاید داشته باشه، داره دوتا، این هم بر میداریم دیگه. قاب شاخونی داریم یکی دیگه، نگاه میکنیم ملکه روش نباشه. مثلا برای مهم نیست که ملکه باشه نباشه، باشه بهتر مثلا. ولی شما
سعی کنید ملکه نداشته باشید که بتونید دوباره زنبورتون کار کنه. خب نگاه میکنم که ملکه نیست، اینم میذارم، شاخونم داره، پرستارن بیشتر روش به خاطری که لارف خیلی داره. اینم که من ملکه ندیدم، فقط شاخون دیدم، دو تا بچهش کردیم. اینم از این نمیخواد زنبورم بتکنین روی این اینا، به خاطری که اینا شاخون داره بیشتر میمونن، خیلی هم راحت. بچه بریم یه بار دیگه نگاه کنیم، یه سر سامونش بریم ببندیمش. یه سر سامون کوچیک بدیمش، براش موم بذاریم بیکار نباشه. چهار تا قاب مونده، قاب آخر من نگاه نکردیم، اینم قاب آخر. قاب آخرم که خبری از هیچی نیست، دیگه قشنگ ازدش کردیم ها. دیگه اگه بخواد کاری هم بکنه باید بکنه. میخواییم برم اینو بتکنم روش؟ نه برش کن، نمیخواد، چون که شاخون داره میمونن اصولا، زنبورای تنبلی میشن وقتی شاخون میزنن. اینم از این چهار تا قاب دیگه عزیزتون کردم ها، دیگه نه این کارا رو نکنین ها، طبقش هم باید برداریم. اینم از این، اینم از یه دونه قاب. اینا 100% دیگه بچه نمیدن، بخاطر شد چهار قاب. وقتی بشه چهار قاب دیگه بچه نخواهد داد. اینم از اینم میذاریم براش الکی فشار بیاد بشه ذره. اینم از شیر خوریش دیگه قصد بچه دیگه نداشت شده باشه. اینم از این تکون نیمش، اینم میبندیم جانو. آها یادم رفت مشماشو بذارم. این هم از مشماش. آها خیلی ازش دلگیر شدم به خاطر که مخواست بچه بده، مخواستم ازش اصل بگیر. خیلی مخلصیم، این ویدئوی نحوه این که بذار نذاریم بچه بده، جلوگیری کنیم از بچه طبیعی که اونایی که خونه نیستن یا زنبورستانش نیستن، یا بچه طبیعی بده بره. مخلصیم یا علیه.